هموطنان عزیز با سلام و درود، من هفته آخر ماه فوریه به دعوت انجمن فعالان سیاسی و اجتماعی ایرانیان در تورنتو در کانادا به این شهر رفتم و در جمع عده‌ای از هموطنان در مورد استراتژی روحانی برای خروج نظام از بحران صحبت کردم. در قسمت اصلی این سخنرانی من یک گزارش ویدیویی رو که برای این جلسه تهیه کرده بودم پخش کردم. در این گزارش موقعیت کنونی کشور، وضعیت رژیم، چالش‌هایی که با آن روبروست و گزینه‌های رژیم و استراتژی روحانی برای عبور از این بحران‌ها رو بررسی کردم. این گزارش نزدیک به 30 دقیقه است و در آن از اظهارات مسئولین حکومتی و اخبار و گزارشات رسانه‌های خود حکومت استفاده شده. پس از نمایش این گزارش من خیلی کوتاه نتیجه‌گیری خودم از تحولات کنونی و روند اوضاع رو بیان خواهم کرد. با هم به این گزارش نگاه کنیم. در سال 1384 یا 2005 علی خامنه ای که خودش را در موضع قدرت می دید با بهره گیری از شرایط مساعد داخلی و خارجی و با تقلب در انتخابات محمود احمدی نژاد را رئیس جمهور کرد تا به کمک وی سیاست های داخلی و خارجیش را به پیش ببرد. خامنه ای با رئیس جمهور کردن احمدی نژاد در 4 زمین حرکت کرد. نخست حذف جناح رفسنجانی و اصلاح طلبان از ساختار حکومت. دوم، تلاش برای شکست آمریکا در عراق و گسترش هژمونی رژیم در منطقه. در آن زمان آمریکا در باتلاق عراق گرفتار شده بود و گرایشات ضد آمریکایی در خاورمیانه به شدت افزایش یافته بودند. از این رو خامنه‌ای فرصتی طلایی برای کنترل عراق و هژمونی بر منطقه یافته بود. سوم، از سرگیری برنامه هسته‌ای که تحت فشار غرب تعلیق شده بود. در آن زمان با گرفتاری آمریکا در عراق و گسترش جنبش ضد جنگ در غرب، تهدید نظامی خارجی علیه رژیم کاهش یافته بود. چهارم، تسلط مافیای سپاه پاسداران بر اقتصاد کشور. سیاست‌های بدون دنده و ترمز خامنه‌ای در داخل کشور و در سیاست خارجی و هسته‌ای از سال 2009 به بعد به بن‌بست رسید. خامنه‌ای که سرمست قدرت بود برای اینکه احمدی نژاد را دوباره رئیس جمهور کند تقلب بزرگی در انتخابات ریاست جمهوری کرد، اما این بار برخلاف 4 سال قبل شرایط فرق می‌کرد. مردم فقیرتر شده بودند و شرایط جامعه انفجاری بود. تضاد بین جناح‌های حکومتی فضایی فراهم کرد تا خشم مردم همچون آتشفشان بیرون بزند و بدین ترتیب جنبش عظیم مردمی آغاز شد که نزدیک به 1 سال ادامه داشت. رژیم با سرکوب وحشیانه جنبش چه در داخل و چه در صحنه بین‌المللی مشروعیت خودش را از دست داد و به شدت تضعیف شد. تحول مهم دیگر شکست سیاست آشتی‌جویانه اوباما در رابطه با ایران و شکست مذاکرات هسته‌ای در ژنو بود. در نتیجه در جولای 2010 اوباما تحریم‌های کمرشکن علیه جمهوری اسلامی را امضا کرد و به دنبال آن اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های بسیار جدی را به اجرا گذاشت. از طرف دیگر دخالت مستقیم رژیم ایران در سوریه و کشتار و قتل عام مردم این کشور رژیم ایران را منفور جهان عرب کرد و سیاست‌های منطقه‌ای رژیم که روی مبارزه با اسرائیل و دفاع از حقوق مردم فلسطین بنا شده بود در هم ریخت. اقتصاد ایران که طی 35 سال تسلط مافیاهای گوناگون و عدم برنامه‌ریزی صحیح و بی‌توجهی کامل رژیم به نیازهای کشور در حال اغما به سر می‌برد، در چند سال اخیر با تسلط مافیای سپاه پاسداران و ظهور مافیای وابسته به داردسته احمدی نژاد و شوک ناشی از تحریم‌های بین‌المللی به طور کامل فرو پاشید. برخی از کارشناسان وضعیت کنونی را به هیروشیمای اقتصادی، انسانی و محیط زیستی در ایران تشبیه می‌کنند. در این شرایط جناح‌های حکومتی با اشاره به وضع اسفبار رژیم نسبت به عواقب تحریم‌ها و فشارهای خارجی هشدار می‌دادند. اما
مشکلات فعلی مشکلات واقعی است. ما در محاصره ایم، ما تحریمیم، ما بایکوتیم، ما نمیتونیم از منابعمون استفاده کنیم، ما نمیتونیم نفتمون رو بفروشیم، اگر بفروشیم نمیتونیم پولش رو برگردونیم و اگر جنسی بخریم باید به قیمتهای اضافی بخریم و در انتقالش هزینه‌های اضافی انجام بدیم و خیلی مشکلاتی که در حالی که بسیاری از مسئولین شرایط کشور را با شعب ابی طالب یعنی دورانی که پیامبر اسلام تحت محاصره و تحریم و سختی قرار داشت مقایسه می‌کردند، خامنه‌ای که شکست کامل سیاست‌هایش آشکار شده بود با سماجت صحبت در پیروزی و فتح خیبر می‌کرد و با هر گونه مذاکره جدی و تغییر سیاست‌های هسته‌ای مخالفت می‌کرد. این روسیاهای بد محاسبه‌گرها خیال می‌کنن ما امروز در شرایط شعب ابی طالبیم. نیست اینجور. ما در شرایط بدر و خیبریم. ما در شرایطی هستیم که ملت ما نشانه های پیروزی رو به چشم دیده است، با اونها نزدیک شده است و بسیاری از مراحل پیروزی با سرفرازی دست پیدا کرده است. این به نفع ماست، این تحریم ها. وقتی ما تحریم بشیم به استعداد داخلی و ظرفیت داخلی رو میاریم، از داخل رشد میکنیم، همچنانی که در این 30 سال این اتفاق افتاده است. بعضی هم اینجا اونجا میشینن میگن بابا برید بنشینید مشکلات رو حل کنید، گرونی داره پدر ما رو در میاره. اینا نمیدانند اگر مذاکره صورت بگیره گرونی ها 10 برابر میشه، مشکلی رو حل نمی کنه. وانمود میکنن در تبلیغات که اگر ایران بنشینه با آمریکا سر میز مذاکره تحریم ها برداشته میشه. اینم دروغه. اما ابعاد فاجعه و شرایط انفجاری کشور و خطر بروز دوباره جنبش مردمی که می توانست نظام را جارو کند، موقعیت خامنه ای در داخل ساختار حکومت را تضعیف کرد و دست وی برای ادامه سیاست های شکست خورده قبلی را بست. از این رو وی در اولین عقب نشینی مجبور به پذیرش ریاست جمهوری روحانی شد. پیروزی روحانی که با وعده حل مشکلات مردم و بهبود رابطه با غرب و به عنوان چهره‌ای معتدل به میدان آمده بود، مزایای سیاسی زیادی برای رژیم در خارج و داخل به همراه داشت که مهمترین آن مشروعیت بخشی به نظام و ایجاد توهم در مورد اصلاح پذیر بودن جمهوری اسلامی است. معنای حضور مردم این بود که به سرنوشت کشور علاقه‌مندند، به نظام جمهوری اسلامی که این انتخابات جزء ارکان و متون آن است علاقه‌مندند، به دستگاه‌های برگزار کننده انتخابات چه مجری چه ناظر اعتماد دارند و امیدوار به حرکت مستمر پیشرونده کشورند. این انتخابات تمام شبهات، تمام سوالها، بگومگوها، نه راجع به انتخابات که راجع به مشروعیت نظام، به همه اونها پاسخ داد. آب زلالی بود که بر این آینه جمهوری اسلامی ایران که گرد و غباری فرو نشسته بود کاملا شفاف و پاکیزه کرد. اما خامنه‌ای و متحدان وی که از عمق نارضایتی مردم و شرایط انفجاری کشور به خوبی آگاهند و می‌دانند که وعده و وعیدهای روحانی اثری کاملا موقتی دارند، برای کنترل فضای اجتماعی و پیشگیری از بروز یک جنبش مردمی بر میزان سرکوب و اعدام افزودند. رژیم از ترس آن که مبادا ریاست جمهوری روحانی این پیام را بدهد که فضای سیاسی بازتر شده است و در نتیجه مردم در بیان اعتراضات خودشان جسورتر شوند، حتی زندانیان اصلاح طلب را آزاد نکرد. اما علی‌رغم ادامه سیاست‌های سرکوبگرانه در داخل
خامنه‌ای مجبور به عقب نشینی در سیاست‌های هسته‌ای و تغییراتی در سیاست خارجی رژیم شده است. مخالف با حرکت‌های صحیح و منطقی دیپلماسی هم نیستیم ها، چه در عالم دیپلماسی چه در عالم سیاست‌های داخلی. نه، بنده معتقد به همون چیزی هستم که سالها پیش اسم گذاری شد، نرمش قهرمانانه. عیبی نداره، نرمش ها در یه جاهایی بسیار لازمه، بسیار خوبه. برای آنکه روند تحولات آینده را درک کنیم، باید در درجه نخست به تفاوت دو دیدگاه بین مسئولین جمهوری اسلامی در زمینه سیاست خارجی آشنا شویم. تفاوتی که از زمان مرگ خمینی وجود داشته و در یک طرف آن رفسنجانی و متحدان وی من جمله روحانی قرار دارند و در طرف دیگر خامنه‌ای و سپاه قرار دارند. این دو دیدگاه اکنون در حساس‌ترین مقطع حیات جمهوری اسلامی با تمام قوا در برابر هم سفارایی می‌کنند و هر یک از جناح‌ها معتقدند که فقط راه حل آنهاست که می‌تواند رژیم را از مخمصه کنونی نجات دهد. امروز هم حالا بین دیدگاهی که مقام معظمی رهبری دارن با دیدگاه برخی مسئولین دیدگاه متفاوتیه تو بعضی از مسائل، این دیدگاه هم مثلا هست. فرض بکنید در موضوع رابطه با دشمن، مذاکره با آمریکا، بحث استقامت، پایداری در مقابل دشمن، الان دیدگاه متفاوته دیگه. نخست با دیدگاه جناح رفسنجانی آشنا شویم که چه رفسنجانی و چه روحانی و ظریف در این چند ماه به روشنی بیان کرده. این جناح از یک نوع سیاست خارجی که نامش را برد برد یا سود متقابل می‌خوانند دفاع می‌کنند که به نوعی کپی برداری از الگوی چینی است. در دهه 70 میلادی آمریکا و چین به اتحاد استراتژیک با یکدیگر نیاز داشتند. چین از انقلاب فرهنگی و ورشکستگی اقتصادی خارج می‌شد و برای بازسازی اقتصادش و چرخش به کاپیتالیسم به رابطه جدید با غرب نیاز داشت. آمریکا هم برای مقابله با نفوذ شوروی در جنوب شرقی آسیا و توسعه روابط اقتصادیش در این منطقه به چین نیاز داشت. آمریکا موقعیت و قدرت منطقه چین را به رسمیت شناخت و دو کشور به شریک استراتژیک یکدیگر تبدیل شدند. به نظر جناح رفسنجانی اکنون هم آمریکا و جمهوری اسلامی می توانند بر اساس منافع مشترک به متحدان استراتژیک هم تبدیل شوند. یعنی آمریکا جایگاه و قدرت جمهوری اسلامی در منطقه را به رسمیت بشناسد و به جای تلاش برای تغییر رژیم با جمهوری اسلامی سازش استراتژیک کند. جمهوری اسلامی هم برای نجات خودش سیاست خارجیش را اصلاح کند، رابطه‌اش با آمریکا را بازسازی کند و شریکی قابل اعتماد برای آمریکا تبدیل شود. ما در پی درک و تعامل مؤثر و سازنده با جهان خارج خواهیم بود و خواهیم کوشید تا سیاست خارجی خود را بر مبنای کمک به توسعه اقتصادی کشور باز تعریف نماییم. ما همچنان در حال بررسی ابعاد مختلف بازسازی و بهبود روابط دو جانبه و چند جانبه با کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی بر مبنای برابری و احترام متقابل هستیم. می توانیم کار در این حوزه را با اجتناب از ایجاد هر گونه تنش جدید در روابط ایران و آمریکا آغاز کنیم. به نظر ما همکاری در ارتباط با موضوعات مورد نگرانی و نیز مورد علاقه دو طرف و مبنا قرار دادن آنها برای کار بیشتر می تواند نقطه شروع دیگری باشد، چرا که این امر می تواند در جهت تخفیف تنش‌های موجود در منطقه نیز مفید قرار گیرد. کشور من به عنوان یک قدرت عمده در منطقه کاملا آماده است به حفظ صلح، ثبات و امنیت در منطقه
کمک کند. مهمترین پایه استراتژی جناح رفسنجانی همانطور که روحانی در سخنرانیش در نیویورک تاکید کرد، تنش زدایی و بهبود رابطه با آمریکاست. در همین راستا روحانی و اوباما یک تماس تلفنی هم با یکدیگر داشتند که بسیاری آن را نقطه عطف در روابط دو کشور و اولین گام در ایجاد رابطه ایران و آمریکا دانستند. به موازات آن، هاشمی رفسنجانی برای ایجاد فضای مناسب برای اقدامات روحانی با چاپ خاطرات خود مدعی شد که خمینی با حذف شعار مرگ بر آمریکا موافق بوده و اصولاً برقراری رابطه با آمریکا نیز تابویی است که باید شکسته شود. اما خامنه‌ای و متحدان وی با تمام قوا به مقابله با روحانی و رفسنجانی برخاستند. نخست فرمانده سپاه پاسداران تماس تلفنی روحانی را نکوهش کرد و خود خامنه‌ای هم به طور علنی آن را محکوم کرد و گفت بخشی از کارهای روحانی در سفر نیویورک به جا نبود. البته برخی از اونچه که در سفر نیویورک پیش آمد به نظر ما به جا نبود. سپس کارزار وسیعی برای مقابله با هر گونه رابطه با آمریکا یا تنش زدایی بین دو کشور به راه افتاد. برنامه‌های متعدد تلویزیونی، همایش‌های مختلف، بنرهای خیابانی، تظاهرات بخشی از این کارزار سازماندهی شده توسط وابستگان خامنه‌ای است. در حالی که روحانی و ظریف روی بهبود رابطه با آمریکا و شراکت استراتژیک و همکاری با یکدیگر تکیه می‌کنند، خامنه‌ای مرتباً روی دشمنی با آمریکا و عدم اعتماد به این کشور تکیه می‌کند. ما با استکبار مخالفیم. ما با استکبار مبارزه می کنیم. استکبار یک واژه قرآنی است که در قرآن درباره امثال فرعون و گروه های بدخواه و معارض حق و حقیقت به کار رفته است. امروز هم استکبار، نظام استکباری وجود دارد. رأس استکبار هم در دنیا دولت ایالات متحده آمریکا است. آنچه میتوان گفت این است که خامنه‌ای و متحدان وی لااقل در چشم‌انداز قابل پیشبینی اجازه بهبود روابط با آمریکا که پایه و اساس سیاست خارجی روحانی و جناح رفسنجانی است را نخواهند داد. پایه دیگر استراتژی جناح رفسنجانی تغییر سیاست‌های منطقه‌ای رژیم و تحول از یک عنصر آشوبگر به عامل صلح و ثبات در منطقه است. ما به سهم خود آماده ایم تا در جهت تسهیل هر مذاکره جدی بین طرف‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای با هدف برقراری صلح و ثبات در سوریه کمک کنیم. اظهارات روحانی در شرایط کنونی بیشتر به یک شوخی شبیه است، زیرا رژیم ایران به کمک سپاه قدس و حزب الله اولین عامل کشتار در سوریه است و نمیانجی. به همین دلیل هم جمهوری اسلامی را اصلا به کنفرانس ژنو 2 برای بررسی مسائل سوریه راه ندادند. ولی فقیه و سپاه قدس کوچکترین عقب نشینی در عراق، سوریه، لبنان و فلسطین نداشتند و رژیم با تمام قوا به دخالت‌هایش در این کشور و به ویژه کشتار مردم سوریه ادامه می‌دهد. 24 نوامبر 2013 جمهوری اسلامی و 6 کشور معروف به 5 به علاوه 1 توافقنامه ژنو تحت عنوان طرح اقدام مشترک را امضا کردند. این طرح موقت و 6 ماه است تا در این مدت طرفین ضمن گفتگو و اعتماد سازی در جهت توافق نهایی تلاش کنند. کارشناسان پیش بینی می‌کنند که امکان سازش نهایی در 6 ماه آینده نیست و این مدت به احتمال زیاد 6 ماه دیگر تمدید خواهد شد. با یک ساده سازی میتوان گفت که تا زمانی که مذاکرات ادامه دارند، یعنی 1 سال دیگر، 90% تحریم های بین المللی علیه ایران ادامه خواهند داشت. خب سوال اینجاست که اگر واقعا رژیم ایران به دنبال سازش هسته‌ای و لغو هرچه سریع‌تر تحریم ها برای حل بحران اقتصادی کنونی است، چرا باید مذاکرات را تا سال دیگر کش دهد؟ این چانه زنی ها برای چیست؟ چرا طرف های خارجی و کارشناسان هم نسبت به نتیجه نهایی مذاکرات خوشبین نیستند؟ مدتی است که نزدیکان خامنه‌ای من جمله آخوند سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران به روشنی گفتند
که خامنه‌ای به خاطر فشار خواص، یعنی جناح‌های داخل حکومتی و فشار مردم، تن به مذاکره و سازش داده است و ایشان به صلح حدیبیه راضی شده است. این نوع صلح یا سازش با صلح امام حسن، یعنی سازش از موضع ضعف، تفاوت دارد. صلح حدیبیه قراردادی است که پیامبر اسلام در سالهای نخست هجرت که در مدینه بود با دشمنانش، یعنی قریش که مکه را در اختیار داشتند، بست. و در این قرارداد که عدم تعرض طرفین به یکدیگر و نوعی آتش بس بود، امتیازات زیادی به مسلمانان داده شد و این قرارداد شرایطی فراهم آورد که پیامبر نیروهای خود را تقویت کرد و نفوذش را گسترش داد و سرانجام پس از چند سال مسلمانان از موضع قدرت با لشکریان خود به مکه حمله کرده و قریش را شکست دادند. یعنی خامنه ای حاضر به ترک مخاصمه موقت با آمریکا و سازش هسته‌ای شده، اما به شرطی که امتیازات لازم را بگیرد و از خطوط قرمزش عبور نشود. حال ببینیم که این حداقل‌ها چیست که مذاکرات را دشوار کرده است. از اورانیوم غنی شده هم میتوان به عنوان سوخت در نیروگاه‌های هسته‌ای برای تهیه برق یا راکتورهای پزشکی و تحقیقاتی استفاده کرد و هم میتوان از آن برای ساخت بمب اتم استفاده کرد. اما در ایران فقط یک نیروگاه هسته‌ای در بوشهر وجود دارد که روس‌ها آن را تکمیل کردند و طبق قرارداد با ایران به مدت 10 سال سوخت آن را نیز تأمین می‌کنند. ایران هیچ نیروگاه دیگری به جز نیروگاه بوشهر ندارد و حتی ساخت نیروگاه‌های جدیدی را هم نیز شروع نکرده است. راکتورهای تحقیقاتی و پزشکی هم اسقاطی هستند. اصرار رژیم برای ادامه غنی‌سازی و چانه‌زنی بر سر تعداد سانتریفیوژها نشان می‌دهد که تنها هدف رژیم ایران حفظ توان تولید سلاح هسته‌ای است. یعنی با ادامه غنی‌سازی در کشور بتوانند در شرایط مطلوب با استفاده از سانتریفیوژها اورانیوم را تا حد 90% غنی کند و از آن برای ساخت بمب هسته‌ای استفاده کند. این نکته ای است که همه طرف‌های بین‌المللی می‌دانند. دلیل اصلی طولانی تر شدن مذاکرات هسته‌ای هم همین است که جامعه بین‌المللی تلاش می‌کند با محدود کردن غنی‌سازی اورانیوم در ایران و افزایش بازرسی‌ها توان رژیم برای ساخت بمب اتم را به حداقل کاهش داده و در عمل ناممکن سازد. رژیم در مقابل تلاش می‌کند تا با چانه‌زنی و استفاده از اهرم‌هایی که در دست دارد با حفظ هرچه بیشتر غنی‌سازی و مسئول نگه داشتن سیستم موشکی و محدود کردن بازرسی ها توان تولید سلاح هسته ای را محفوظ نگه دارد. روحانی و ظریف بر این باورند که در آمریکا بخشی از محافل سیاسی حاضر به انعطاف بیشتر در مذاکرات و پذیرش شرایط ایران هستند، اما اسرائیل و لابیش در آمریکا مخالف اصلی پذیرفته شدن این گزینه توسط آمریکا می باشند. از این رو جمهوری اسلامی با استفاده از شکاف‌های سیاسی در آمریکا می تواند گزینه ایران هسته‌ای را به آمریکا تحمیل کند. 400 نماینده آمریکا میان یه قطعنامه تحریم رو امضا میکنن. اون 400 تا نماینده به دلیل فشار این لابی صهیونیستیه که این کار رو کردن. جامعه آمریکا، حتی جامعه سیاسی آمریکا، یک مجموعه منسجم یک پارچه نیست. گرایش‌های متضاد بعضن در این مجموعه وجود داره. لذا انواع فشارها هست. شما باید این جامعه رو یک مجموعه پیچیده‌ای ببینید و این مجموعه پیچیده همونطور که جای بازی برای رژیم صهیونیستی فراهم کرده، باید امکان حضور فعال برای ایران هم فراهم بود. یکی از کارت‌های مورد نظر روحانی و ظریف در این مسیر، استفاده از ایرانیان مقیم آمریکا برای شرکت در یک لابی و کمک به سیاست‌های رژیم است. دیپلماسی عمومی به عهده شماست و حتی در مسیر راه دیپلماسی رسمی این شما هستید که در دیپلماسی عمومی باید یاری کنید، کمک کنید. و شما عزیزانی که مقیم کشور آمریکا هستید، آستین‌ها را بالا بزنید. ما به شما نیازمند هستیم. البته شما میدونید که اسرائیل لابی بسیار قوی در آمریکا داره، در کنگره نفوذ داره، کار زیادی کردن و اتفاقا این ما هستیم
که باید جای خالی یک لابی قوی ایرانی رو در آینده پر کنیم. باید کاری بکنیم که در بخش‌های مختلف عده‌ای تلاش بکنن برای اینکه افکار ایران، مواضع ایران، نظرات ایران، ملت ایران رو به گوش مردم آمریکا برسونن. و من فکر میکنم خود ایرانی‌هایی که اونجا حضور دارن باید اونها اولین قدم رو بردارن. بنام اینجا یک نکته رو میخوام بهش توجه بدم و اون حضور یک جمعیت عظیم فرهیخته ایرانی در آمریکاست که اینا باید به عنوان سرمایه‌های ایران حساب بشن. اینا باید اینها هم میتوانند به عنوان گروهی که دیدگاه دارن، منافع کشورشون هست، منافع سرزمین به قول خودشون و به قول ما مادری و پدریشون هست، از این منافع دفاع بکنن و اجازه ندن یک گروه کوچکی بتوانند منافع خودشون رو، دیدگاه های جنگ طلبانه خودشون رو نه تنها بر ایران و بر جامعه بین المللی بلکه بر آمریکا هم تحمیل کنند. در چند ماه گذشته هم رسانه های حکومتی در ایران پر از مقاله و گزارش در مورد لزوم راه اندازی لابی ایران در آمریکا می باشد. طرح روحانی و ظریف برای استفاده از ایرانیان در یک لابی به نفع رژیم رویای بیش نیست. علی بیگدلی یکی از کارشناسان نزدیک به دولت در مصاحبه با روزنامه اصلاح طلب بهار میگوید بخش قابل توجهی از ایرانیان ساکن آمریکا روابط مساعدی با جمهوری اسلامی ایران ندارند. به همین دلیل تبدیل کردن چنین جامعه‌ای به یک لابی، آن هم برای رقابت با لابی قدرتمندی مثل لابی اسرائیل، غیر ممکن است. فؤاد ایزدی یکی از تحلیلگران معروف رژیم که نزدیک به 20 سال هم در آمریکا بوده در پاسخ به روحانی و ظریف میگوید که رژیم باید به جای لابی ایرانی، یعنی لابی که ایرانیان در آن حضور دارند، بهتر است به دنبال لابی ایران باشد، یعنی یک لابی با شرکت گروه‌ها و افرادی که ایرانی نیستند اما به نفع رژیم میتوانند لابی کنند، مثل دوران احمدی نژاد که صلح طلب‌های آمریکایی به نفع رژیم کار می‌کردند. ایزدی میگوید در حوزه لابی متاسفانه یا به این موضوع توجه نکردیم یا کاری را کردیم که آقای روحانی میگفت باید آن را انجام دهیم، یعنی به جای لابی ایران به دنبال لابی ایرانی بودیم. نتیجهش این شده است که دو سه نفری مدتی است که از این راه نان میخورند، یعنی به اسم لابی ایرانی هم از ایران و هم از آمریکا پول میگیرند و موفق هم نبودند و خیلی هم برای ما کار نکردند. چیزی که ما در حوزه لابی به آن احتیاج داریم لابی ایران است، نه لابی ایرانی. دولت باید از این ظرفیت استفاده کند و این ظرفیت ها فقط هم نباید ایرانی باشند. در این لابی باید از همه ظرفیت ها استفاده شود. زمانی که آقای احمدی نژاد به نیویورک می رفت با گروه های معتقد ضد جنگ دیدار داشت، اما بنده در این سفر اخیر ندیدم که چنین جلسه ای برگزار شود. اوباما می گوید که گزینه نظامی روی میز است و اگر بخواهد روزی از این گزینه استفاده کند چه کسانی در شهرهای آمریکا باید به کف خیابان بروند و نسبت به جنگ تظاهرات کنند؟ قطعا همین افراد باید بروند، اما ما در این حوزه عقب گرد کردیم. از همه جالبتر این که پس از بازگشت روحانی از سفر نیویورک، مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری که یک نهاد رسمی رژیم است، یک گروه از کارشناسان را دعوت کرد که سفر روحانی را تجزیه و تحلیل کنند و در مورد راهکارهای رژیم به روحانی مشورت بدهند. در بیانیه پایانی این نشست به روحانی میگویند اصطلاح لابی ایرانی که دکتر روحانی به کار بردند اصلاح شود. ما به لابی ایرانی احتیاج نداریم، بلکه لابی ایران نیاز داریم. ضرورتی ندارد اعضای لابی ایران حتما ایرانی باشند. در این گزارش به روحانی یادآوری میشود که یک رکن مهم لابی برای ایران شرکت‌های نفتی است. این شرکت‌ها را باید در ایجاد لابی ایران فعال کرد. سومین اقدام به نظر من استفاده حداکثری از ظرفیت از دیپلماسی انرژی برای کمک به تصمیم گیران کشور در عبور از شرایط کنونی کشور است. آقای مدزنگن، شما از دیپلماسی نفتی صحبت کردید برای عبور از شرایط فعل. این دیپلماسی نفتی یعنی چی؟ یک کاری رو وزارت نفت میتونه بکنه، یک کاری رو وزارت خارجه میتونه بکنه. ما باید به هم کمک بکنیم. چطور میتونیم کمک بکنیم مهندس؟ حالا خب روشای خاصی داره، لازم نیست همه شما بیام اونایی که قابل بیان هست بگم. منظور زنگنه را مجله اکونومیست در یکی از گزارشات خود توضیح داده و نوشته زنگنه امیدوار است
با ارائه قراردادهای نفتی جذاب و پرمنفعت به کمپانی‌های بزرگ آنان را به لابی در کشورشان برای برداشتن تحریم‌ها ترغیب کند. در همین راستا منصور معظمی سرپرست معاونت بین‌الملل وزارت نفت در مصاحبه با هفته‌نامه آسمان می‌گوید: هفته‌نامه آسمان وزارت نفت به دنبال آن هست که در کنار وزارت خارجه لابی شرکت‌های نفتی را در آمریکا سر و شکل دهد. معظمی: بنده فکر می‌کنم وزارت نفت باید به دنبال این مسئله باشد که هست. در چند ماه گذشته روحانی، زنگنه و مقامات رژیم صحبت از قراردادهای جذاب و پرسود برای کمپانی‌های خارجی می‌کنند. به همین منظور هم روحانی به داووس رفت و با نمایندگان کمپانی‌های نفتی دیدار کرد. پس از این دیدار رئیس کمپانی توتال گفت که قراردادهای پیشنهادی ایران سوپر سکسی شدند. از طرف دیگر هیئت‌های متعدد سیاسی و تجاری اروپا روانه تهران شدند و رسانه‌ها پر از گزارش و خبر در مورد هجوم کمپانی‌های غربی به ایران است. حتی شورای آمریکای ایرانی وابسته به هوشنگ امیراحمدی در ماه مارس در واشنگتن یک کارگاه آموزشی 3 روزه برای مسئولین کمپانی‌های آمریکایی در مورد قوانین سرمایه‌گذاری و راه‌های ورود به بازار ایران برگزار می‌کند. روشن است که هدف رژیم فقط ترک انداختن تحریم‌ها نیست. مهدی حسینی دستیار بیژن زنگنه در مصاحبه‌ای تحت عنوان باید از لابی‌های نفتی برای رفع کامل تحریم‌ها استفاده کرد می‌گوید که شرکت‌های نفتی بین‌المللی معتبر می‌توانند مهم‌ترین لابی ایران برای فشار بر دولت‌های غربی و نرمش 5+1 در مذاکرات آتی با دولت جمهوری اسلامی ایران باشند. به زبان ساده می‌گوید که لابی کمپانی‌های نفتی نه تنها برای لغو تحریم‌ها بلکه برای چانه‌زنی در مذاکرات هسته‌ای و دستیابی به اهداف هسته‌ای نظام مورد نیاز است. من معتقدم شرکت‌های نفتی متقاضی فعالیت در ایران لابی‌های خوبی برای ما در مذاکره با غرب هستند. علاوه بر شرکت‌های نفتی، بانک‌ها و شرکت‌های خدماتی و مؤسسات حقوقی هم از بیزینس نفتی بهره‌مند می‌شوند. تمامی این شرکت‌ها و بانک‌ها و مؤسسات از اینکه کشور بزرگی مثل ایران که کشوری محوری در صنعت انرژی جهانی است تحریم شود ناراضی و متضررند. این نهادها همگی برای تأمین منافع خودشان خواستار رفع تحریم ایران هستند و ما می‌توانیم از این خواسته اساسی آنها برای تأمین منافع خودمان استفاده کنیم. عصر ایران می‌پرسد یعنی این شرکت‌ها و مؤسسات در نهایت باید به نفع ایران به دولت‌های غربی فشار بیاورند؟ مهدی حسینی: این کار سابقه دارد، آنها در گذشته هم این کار را انجام دادند. حسینی اضافه می‌کند: من معتقدم فشار این شرکت‌ها به دولت‌های غربی می‌تواند به ما کمک کند که ما در مذاکرات آینده یعنی مذاکرات هسته‌ای موفق‌تر عمل کنیم. به هر حال هر چه فشار بر تحریم کنندگان بیشتر باشد و این فشار از درون کشورهای آنها اعمال شود به سود ماست. ما باید از این امکان استفاده کنیم. به روشنی می‌بینیم که رژیم در صدر است با استفاده از لابی‌های نفتی بتواند در سازش هسته‌ای حداکثر امتیازات را بگیرد، یعنی گزینه ایران با توان تولید سلاح هسته‌ای را به غرب بقبولاند. از هم اکنون رقابت شدیدی بین کمپانی‌های بزرگ برای جلب نظر مساعد ایران و ورود به بازار کشور پس از لغو تحریم‌ها شروع شده است. این آتش و اشتیاق کمپانی‌ها برای نشستن بر سر سفره پرنعمت ایران آنان را به متحدان فعال رژیم در آمریکا و اروپا تبدیل کرده است که برای تاثیرگذاری روی افکار عمومی و همچنین سیاست‌های آمریکا به طور جدی وارد عمل شدند. تلاش‌های گسترده برای جلوگیری از تحریم‌های جدید در کنگره آمریکا و کارزار رسانه‌ای گسترده برای جا انداختن سازش هسته‌ای که در آن حق و حقوق هسته‌ای رژیم ایران محفوظ بماند، یعنی توان تولید سلاح هسته‌ای، بخشی از لابی گسترده این کمپانی هاست. سازمان نایاک که بسیار ضعیف شده بود دوباره فعال شده و در کنار لابی کمپانی های بزرگ و گروه های مثلا چپگرای آمریکا برای برداشتن تحریم ها و قبولاندن گزینه ایران هسته‌ای تلاش می کند. امیدوارم که این گزارش روشن و واقع بینانه بوده. اجازه بدید من نتیجه گیری خودم از اوضاع کنونی و روند تحولات رو در چند جمله بیان کنم. به اعتقاد من نظام در موقعیتی دشوار و عمیقاً بحرانی است. خامنه‌ای
از ناچاری و ضعف مجبور به عقب نشینی شده. نگرانی اصلی رژیم شورش مردم گرسنه ایران و بروز دوباره جنبش مردمی است. بین دو جناح اصلی حکومت، یعنی جناح خامنه‌ای از یک طرف و جناح رفسنجانی از طرف دیگر، بر سر اینکه با کدام راه حل و با کدام استراتژی میتوان نظام را از شرایط مهلک کنون نجات داد، اختلاف است و این اختلافات و تضادها جدی است. طی 8 ماه که از ریاست جمهوری روحانی می‌گذرد، رژیم در 3 زمینه سیاست‌های منطقه‌ای، سرکوب و اختناق در داخل کشور و رابطه با آمریکا هیچ عقب نشینی نکرده. تنها زمینه تحول عقب نشینی هسته‌ای است، اما باید دید عقب نشینی تا کجاست. رژیم هنوز حاضر به سرکشیدن جام زهر هسته‌ای نیست و تلاش میکنه تا طی 1 سال آینده با استفاده از اهرم‌هایی که داره، مثل اهرم منطقه‌ای یا استفاده از لابی مماشات در غرب، بتونه به اهداف خودش در سازش نهایی برسه، یعنی با حفظ غنی‌سازی، حفظ تعداد بیشتری سنتریفیوژ، حفظ نیروگاه عراق و بعد حداقل رساندن بازرسی‌های آژانس، گزینه تولید سلاح هسته‌ای رو محفوظ نگه داره. من احتمال موفقیت رژیم و تحقق سناریو بالا رو طی 1 سال آینده بسیار ضعیف و دور از واقع بینی میدونم. قرارداد موقت ژنو احتمالاً 6 ماه دیگر تمدید خواهد شد و بنابراین بخش عمده تحریم‌ها ادامه خواهند داشت. از این رو می توان پیش بینی کرد که طی 1 سال آینده وضعیت اقتصادی کشور بدتر خواهد شد. بحران‌های اجتماعی افزایش خواهند یافت و اختلافات درونی رژیم، همونطور که شاهدش هستیم، بیشتر و بیشتر خواهند شد. با ادامه این روند رژیم ضعیف‌تر میشه و هرچه جلوتر بریم ولی فقیه و نظام با 2 گزینه روبرو هستند. یا جام زهر هسته‌ای رو به تمام و کمال سر بکشند که در نتیجه اون پرونده موشکی و پرونده توسعه طلبی‌های منطقه‌ای هم روی میز خواهند آمد. این سناریو یعنی شکست رژیم در داخل و در منطقه است. در این صورت موقعیت خامنه‌ای و کل رژیم به شدت تضعیف میشه. جناح‌های رقیب خامنه‌ای قدرت بیشتری می‌گیرند و فضا برای بروز اعتراضات مردمی و جنبش مردمی افزایش پیدا خواهد کرد و رژیم در خطر سقوط قرار می‌گیرد. این همون خطری است که خامنه‌ای را از سرکشیدن جام زهر هسته‌ای باز داشته. گزینه دوم ترک میز مذاکرات از طرف رژیم. در این صورت تخاصم با آمریکا و غرب تشدید خواهد شد. تحریم‌ها افزایش خواهند یافت. فضای سیاسی کشور رادیکال‌تر خواهد شد. تصفیه‌های داخل حکومتی هم افزایش می‌یابند و گفتمان تغییر رژیم و راه حل‌های ساختارشکن دست بالا را خواهند گرفت.